حضر از سید الشهده زیارت های مخصوصه متعددی در طول سال از معصومین علیهم السلام وارد شده براشون، ولیکن برای نیمه شعبان بالخصوص یک روایاتی داره، یه مطالبی از معصومین علیهم السلام گفته شده که منحصر به فرده. یکیش این است که هر سال برای زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه شعبان تمام انبیا و مرسلین از خدای تبارک و تعالی اذن میگیرند که برن به زیارت حضرت سید الشهدا، و خدای تبارک و تعالی به همه اونها اذن میدهد، از حضرت آدم استیذان میکند تا حضرت ابراهیم و نوح تا انبیای دیگر حتی انبیای اولی العزم حتی رسول الله محمد ابن عبد الله جد امام حسین هستند، صاحب شریعتی هستند که امام حسین خودشون را فدای اون شریعت کردند. اما مع ذلك تجلیل خدا از امام حسین، تعظیم خدا از امام حسین، یکیش اینه که حتی جد بزرگوارشون همینجوری که در نص روایت داره از خدای تبارک و تعالی اذن میگیرن خدایا منم مأذون هستم برم به زیارت امام حسین، خدای تبارک و تعالی هم به پیغمبر اسلام اذن میده. و این مطلب مال هر ساله. اگر مردم، افراد، مؤمنین، مؤمنات بعضی سالها موفق میشن، خدای تبارک و تعالی انبیاءش را هر سال موفق به این توفیق میکند. این یکی از خصوصیات این زیارته. یکی دیگه از خصوصیاتش، از ده‌ها خصوصیات خاص به این زیارت نیمه شعبان، این است که در کامل الزیارات که یکی از کتب معتبره ماست، اونجا نقل فرموده که امام صادق علیه السلام فرمودند کسانی که در نیمه شعبان میرن به زیارت امام حسین، حق گردن ما دارن. به حضرت عرض کرد چیه حقشون؟ حضرت یه جمله فرمودن که اونایی که میرفتن و دست میدادن میدیدن میارزه، اونایی که میرفتن پا میدادن میدیدن میارزه، اونایی که میرفتن چی اونا رو تشویق میکرد که برن با اون مصیبتایی که اون زمانهای سابق بوده،
اینجور تعبیرا بوده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن این کسایی که میرن در نیمه شعبان به زیارت امام حسین علیه السلام، حقشون بر ما اینه و نفرمودن بر من، که شاید ظاهرش این باشه این ربط پیدا میکنه به تمام ائمه اطهار. فرمودن حقشون بر ما اینه که ما فرد فرد اینها را هر روز هم صبح دعا کنیم بشون، هم شب بشون دعا کنیم. چقدر ارزش داره؟ واقعش ماها نمیتونیم تقییم کنیم، قیمت گذاری کنیم از این ارزش. وقت در این زمان کی دعا می کند؟ آقا حضرت بقیت الله صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. این مقام قابل مقابله با پول نیست، قابل مقابله با دنیا نیست. کل صباح و مساء، اینم یکیشه. کسایی که موفق میشن بدونن چه فضل بزرگی در پیش دارن، هم قدرشو بدونن هم به مستوای این فضل برخورد داشته باشن. سالهای طولانی گذشت بعد از شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، نیمه های شعبان اومد و رفت، مکرر شاید یک زائر سر قبر امام حسین نبود در نیمه شعبان. در ایام بنی امیه، در ایام بنی العباس مسلح اطراف قبر مطهر دور گذاشته بودن که کسایی که میان رد میشن قبلی که برسن به قبر مطهر حضرت سید الشهدا دستگیرشون میکردن، حالا یا حبس میفرستدن یا کتک میزدن یا دست و پا قطع میکردن یا میکشتن. غیر از یه فتره هایی که گاهی اختلاف و نزاع بین خود افراد بنی امیه بود دیگه نمی رسیدن به این، در بنی العباس همینجور، این اواخر هم که این سالهای گذشته این ملعون زوار نیمه شعبان را کشت و زد و اذیت کرد، حالا الحمدلله نسبتاً افراد قدری میتوانند برن موفق بشن. حضرت صادق علیه السلام در اون فتره ای که منع شدید نبود، نزاع بین بنی امیه و بنی العباس بود، اینا دیگه نمی رسیدن به این کار، مسلحینشون را به جان هم دیگه انداخته بودن، دیگه مسلحین کربلا نبودن یه چند سالی که رقابت کنن بگیرن. حضرت صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن شنیدم نیمه شعبان یه عده از شماها میرید اونجا سر قبر مطهر حضرت سید الشهدا، بعضیاتون میشینید اونجا فضائل ما را میگید، بعضیاتون میشینید مصائب ما رو میگید، گریه میکنید، بعضیاتون قصه های ما رو میگید، تاریخ ما رو نقل میکنید اونجا. و نساء یندبنه، یه عده از زنهای شما کنار قبر حضرت سید الشهدا ندبه میکنن، زجه میزنن،
شعر میخونن، مصیبت را میخونن. میگه عرض کردم یا ابن رسول الله، بله این هست، اینجور هست، همینجوره، حالا مجال یک قدری هست این کار رو میکنی. حضرت شروع کردن دعا کردن. کسانی که موفق میشید به این توفیق عظیم، واقعا اگر کسی 1 میلیارد بده، 10 میلیارد بده، میارزه نمیارزه؟ میلیارد پول چیه؟ طلا و نقره چیه مقابل این مقام؟ حسین.